5 بمب انگیزشی به صورت دائمی میمونه باهات. چه پروژه یا کاری رو داری که ناتموم رها کردی و میتونی این هفته به پایانش برسونی اما انگیزه نداری که انجامش بدی؟ یه سوال، فکر میکنی که انگیزه فاکتوری هست که باهاش متولد میشی؟ اگه اینطوری فکر میکنی بدون که در اشتباه هستی. انگیزه مانند یه عضله در بدنت هست. ماهیچه‌های بدن در طول زمان بر اثر تمرین و ورزش و تکرار قوی و قوی تر میشن. امروز 5 بمب عادتی که باعث میشه در بیشتر مواقع احساس انگیزه داشته باشی حتی زمانی که حال روحی خوبی نداری رو بهت خواهم گفت. فقط یادت باشه دلیل سوم دلیلی هستش که بسیاری از ما انگیزمون پایینه و ما درگیرش هستیم، پس دلیل سوم رو واقعا از دست نده. رضا هستم، میزبان شما در آلبالو. بمب اول، هر روز برای ایده‌هات وقت بگذار. اقدام سریع در این روش: به یادداشت برداشتن عادت کن. ایده‌ای که داری بزرگ و کوچیک یادداشتش کن. انجام روزانه این کار به مغزت کمک میکنه تا عادت خلاق بودن رو روز به روز افزایش بده. اما چرا این نیازه؟ خلاق بودن در نهایت سبب ایجاد انگیزه درونی و همون بمب عمیقی که برای انجام کارات نیازداری میشه. چطوری انجامش باید بدی؟ هر روز 10 تا 20 دقیقه رو فقط برای طولانی فکر کردن باید اختصاص بدی. هر چه که در مورد ایده هات به مغزت میرسه رو باید بنویسی. این رو به یک امر روزانه مهم باید تبدیل بکنی و هر روز اون ایده رو تکمیل تر بکنی و ادامه بدی. از خودت بپرس چگونه میتونی طوفان فکری یا همون برین استورمینگی که انگلیسی ها میگن رو به بخش منظم و منطقی از کارهای روزانه تبدیل بکنی. یعنی برای فکر کردن و ایده پردازیت زمان بگذاری، اون هم روزانه. برسیم به بمب دوم، کاری رو که شروع کردی به پایان برسون. اقدام سریع در این روش. شروع کار جدید برای همه همیشه در همه جا انگیزه و به قولی هیجان ایجاد میکنه. اما در مقابل نیمه کار گذاشتن همون کار که تازه شروع کردی نتیجه بدی در خلق و خو و روحیه و تو در ادامه دادن حتی نسبت به کارهای دیگه هم میذاره. بذارید اینطوری بگم، قاتل انگیزه محسوب میشه. ولی حالا در نظر بگیر هر بار که کاری رو شروع میکنی به پایان برسونی و نتیجه بگیری و به خودت ثابت بکنی که میتونی اون کار رو که شروع کردی تموم بکنی. باز همین سبب میشه بدونی که بخوای تولید انگیزه داشته باشی و انگیزت رو فول بکنی. چطوری انجامش باید بدی؟ چکلیستی از پروژه ها و کارهای خودت داشته باش. در حالی که به مرور وظایفت و کارهات رو انجام میدی خطشون بزن. شاید ساده به نظر برسه ولی مهم و کارآمد هستش. و برای هر کاری که انجام میدی یه جایزه کوچیکی برای خودت در نظر بگیر. کارهای سخت رو در ابتدای روز و در ابتدای لیستت قرار بده. از خودت بپرس چه پروژه‌ای یا کاری هست که ناتموم رها کردی که میتونی همین هفته به پایان برسونی و بعد بیایی همینجا کامنت بذاری که آقا من این کار رو تموم کردم و به من انرژی داد. برسیم به بمب سوم، بمب انگیزشی که خیلی ها ما درگیرشیم. بمب سوم، دنبال ارضای روحی و جسمی سری و لحظه‌ای نباش. اقدام سری در این روش: رسانه‌های اجتماعی، اینستا، تلگرام، چت، بازی، عادت داشتن به تماشای فیلم‌های اونطوری که می‌دونی منظورم چیه، بازی‌های ویدیویی و کامپیوتری و تماشای این محتواهای بی‌محتوا که سرگرم کننده به ظاهر هستند میتونه لحظه تو رو ارضا بکنه که انجامم میده، ولی به مرور زمان که میگذره سیستم پاداشدهی مغز تو رو مختل میکنه و با هم میزنه و همین هم سبب میشه که چیزهای عادی و روزانه خسته کننده به نظرت بیان و هیچ چیزی بهت حال نده. چطوری باید انجامش بدی؟ زمان خودت رو در استفاده از موبایل و دستگاه‌های دیجیتال محدود کن. کلن فیلم‌های اونطوری رو بذار کنار. به جای اینکه زمانت رو بدون هدف هدر بدی، فعالیت‌هایی که جایگزین می‌کنی توی برنامه‌ت اجازه بده که اثر ماندگارتری داشته باشه، مانند مطالعه، مانند ورزش، صحبت با دوستان، کار کردن روی پروژه‌های مفید.
از خودت بپرس یکی از لذت‌های آنی یا لحظه‌ای که میتونی برای تقویت انگیزه خودت کاهشش بدی چی هستش؟ با چی درگیر هستی؟ دوستان اگه علاقمند هستید که از یوتیوب درآمد داشته باشید از لینک بالا میتونید اطلاعات بیشتری رو به دست بیارید. برسیم به بمب چهارم در مورد داشتن تمرکز و رسیدن به تمرکز مفید به خودت استرس نده. اقدام سریع در این روش. تلاش بیش از حد برای تمرکز میتونه نتیجه عکس و منفی داشته باشه. اینکه در کارات به تمرکز نیاز داری این میتونه باعث شه که استرس بی دلیل بالایی داشته باشی چون میخوای به اون تمرکز و انگیزه برسی و انگیزه لازم رو هم اتفاقا به کمترین حد خودش میرسه. چطوری پس باید انجامش بدی؟ فضای کاری یا فضای مطالعه‌ای ایجاد کن که بهت کمک کنه به صورت طبیعی یا ارگانیک تمرکز بکنی. شاید با اضافه کردن چند گلدون، با نورپردازی متفاوت یا یک موسیقی پس زمینه آروم بخش. فضایی رو درست کن که نیاز به تلاش برای تمرکز داشتن نداشته باشه. از خودت بپرس اما چگونه میتونی فضای کاری یا محیط و اتاقت رو طوری تنظیم بکنی، عوض بکنی که برای تمرکز بیشتر انرژی و انگیزه بالا ازت نخواد. برسیم به بمب انگیزه پایانی. به نظر من این هم جزء مهمترین ها هستش. افراد مهم رو تحت تأثیر قرار بده. اقدام سریع در این روش. لازم نیست برای همه شگفت انگیز و جذاب باشی و برای همه خودت رو ثابت بکنی. فقط و فقط برای افرادی که واقعا برای تو مهم هستند باید تأثیر گذار باشی. چرا که این کار سبب میشه در کوتاه مدت بتونی انگیزه بسیار بالایی پیدا بکنی. مثلا زمانی که پدر مادر خوشحال میشن نسبت به موفقیت فرزند و این توی فرزند، روحیه فرزند و انگیزه فرزند بسیار تأثیر میذاره. گرفتن تاییدیه از این افراد میتونه در افزایش انگیزه بهت بسیار کمک بکنه. چطور انجامش باید بدی؟ افرادی که در زندگیت مهم هستن رو به یادت بیار. چه کاری میتونی انجام بدی تا روز اون افراد مهم رو بتونی بسازی؟ شاید با فرستادن یه ایمیل یا اسمس تشکر یا درست کردن یه فنجون کافی که بتونه اون افراد رو خوشحال بکنه. از خودت بپرس افراد مهم زندگی چه کسانی هستن و این هفته چه کاری میتونی انجام بدی براشون تا تحت تأثیرشون قرار بدی. برسیم به خامه ویدیو یا اون نتیجه ویدیو. انگیزه فاکتوری نیست که تو در حالت کارخونه داشته باشیش، دیفالت نیست، بلکه اصلی هستش که خودت میسازیش. این بمب‌های انگیزشی رو در برنامه روزانه خودت بگنجون و مطمئن باش بیشتر از اونی که فکرش رو میکنی برات انگیزه راه رو خواهد ساخت. تا یک ویدیو مفید دیگه، خدایا رو نگهدارتون.